جان سپردن ساسان نیکنفس در پی ماها ممانعت از دسترسی به مراقبت های پزشکی مناسب یک بار دیگه این نوع از شکنجه و رفتار بیرحمانه و غیر انسانی در زندان های ایران رو برجسته کرده و این در حالیه که سال هاست که در خصوص این نقض فاحش حقوق بشر در زندان های ایران از سوی مجامع بین المللی اعلام نگرانی شده از و از مقامات ایرانی درخواست شده که مسئولان دادستانی و مسئولان زندانها رو در این رابطه پاسخگو نگه دارند. مجمع عمومی سازمان ملل با تلاش عفو بین الملل و سایر نهادهای حقوق بشری الان چندین ساله که به طور مرتب در قطعنامه هاش مسئله ممانعت آمدانه از دسترسی به خدمات پزشکی رو ذکر میکنه و همینطور به مقامات ایرانی هشدار میده که این رفتار بیرحمانه میتونه منجر به مرگ انسان ها بشه. در واقع جامعه جهانی از طریق مجمع عمومی که مهمترین در واقع نهاد بینادولتی سازمان ملل همواره نگرانی خودش رو اعلام کرده و خواستار تغییر رویه شده. کمیساری عالی حقوق بشر هم بارها به دنبال شکایتنامه های عفو بین الملل و سایر فعالان و نهادهای حقوق بشری در مورد زندانیان بیمار مختلفی که محروم شدن از دسترسی به خدمات درمانی مکاتبه با مقامات ایرانی کرده. سازمان عفو بین الملل چندین سال پیش هم گزارشی به نام گروگان گرفتن سلامت منتشر کرد و به انواع مختلفی که مقامات دادستانی در ایران مانع از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی میشن اشاره کرد و کمپینی رو در این خصوص داشت. علی‌رغم این تلاش‌ها مقامات ایرانی همچنان به این رویه ادامه میدن و مسئولیت کسانی که موجب آسیب‌های جبران ناپذیر و مرگ زندانی میشن در واقع باعث شده که این بیرحمی و نقض بارز حقوق بشر همچنان ادامه پیدا بکنه. ببینید، موزل اساسی در این رابطه موزل ساختاریه. بنابراین اگر ما بخوایم به این اطمینان برسیم که دیگر با همچین فجایعی روبرو نخواهیم شد، قوانین ایرانی که در این رابطه باید تغییر بکنه. در وهله اول قانونی که به دادستانی اجازه میده که مانع از اعزام زندانی به بیمارستان بشه برخلاف هشدار پزشکان، یعنی بر اساس قوانین بین المللی این پزشکه که باید تشخیص بده که زندانی به چه مراقبت‌های نیاز داره، ولی در قوانین ایران این دادستانیه که تصمیم‌های مرتبط با این موضوع رو می‌گیره. در مرحله بعدی داشتن یک قوه قضاییه مستقله که به موارد نقض حقوق بشر از جمله سلب حق حیات و سلب دسترسی به حق سلامت رسیدگی بکنه. زمانی که مقامات از انجام تحقیقات سر باز می‌زنن و به محض جان سپردن یک زندانی بدون انجام هیچ گونه تحقیقاتی اعلام می‌کنن که دلیل مرگ استفاده زیاد از قرص یا خودکشی بوده، در واقع دارن مرتکب یک نقض جدید حقوق بشری و مضاعف حقوق بشری هم میشن و اون سرباز زدن از انجام تحقیقات. زمانی که یک زندانی در زندان جان می سپاره، احتمال جدی وجود داره که مسئولان مرتکب اون مرگ هستن و باید تحقیقات کامل و جامع مستقل صورت بگیره و عدم انجام تحقیقات نقض مضاعف حق حیات محسوب میشه. هیچ کدوم از این مواردی که من گفتم در ایران رعایت نمیشه و به همین دلیله که این فجایع پی در پی تکرار میشن. نهادهای حقوق بشری با اطلاع رسانی، با مستندسازی، با بسیج افکار عمومی، با همدلی با خانواده های قربانیان تلاششون رو میکنن که وجدان های عموم رو بیدار نگه دارن و روی دولت ها و روی سازمان ملل فشار بگذارن که به این موارد رسیدگی بکنه و در واقع ما به این تلاشمون ادامه میدیم. اما برای این که تغییری صورت بگیره، صاحبان قدرت هستند که موظف هستند نظام قضایی و نظام حقوقی رو به نحوی تغییر بدن که حفاظت بکنه از حق سلامت و حق حیات و حق برخورداری از رفتارهای انسانی برای تمام زندانیان.